بهتر از لاینره، از دوستان اگر کسی میخواد توضیح بده میکروفونش رو باز کنه، چون نوشتن تحت لفظی انگلیسی، اگر انگلیسی کامل می‌نویسین عالی، اگر نه انگلیسی خیلی سخت خوندنش و درک کردنش. اگر کسی میخواد توضیح بده میکروفونش رو باز کنم، رایز هند رو بزنید. بله حذف نویز دیگه. تاثیر آقای باقری هم دارن یادداشت میکنن، بذاریم پیامشون هم بیاد. ترندا بله. ببینید اگر آقای حقیقی هم بنویسن، قابلیت هایی که خب این تو وجود داره بسیار گسترده است. از اینجا شما میتونید کلی اطلاعات رو بگیرید. سایت کوین ماین، کوین ماین زبونم نمیشه، کوین مارکت کپ، وبسایت کوین مارکت کپ یه وبسایت مرجعه، حتما ازش استفاده کنید. هر روز تو فیوریتاتون بذارید و هر روز چک کنید قابلیت هایی بهش اضافه میشه. حالا لوگاریتمیک و لاینر تو داستانش چیه؟ تو لاینر اگر یک سهمی از 100 تومن بشه، از 100 دلار بشه 200 دلار، 100 دلار رشد کرده و 100% هم رشد کرده. حالا اگر از 200 دلار بشه 300 دلار، 100 دلار رشد کرده ولی عملا 50% رشد کرده، و این تفاوته باید خودش رو تو در نمودار نشون بده و این خط و خطوطی که ساپورت و رزیستنس میکشین توی تحلیل تکنیکال باید این خودش رو بتونه اداپت کنه و بتونه به شما کمک کنه برای پیش بینی آینده. پس نمودار تحلیل تکنیکالی که بر اساس لوگاریتمیک باشه به من دیتای بهتری رو ارائه میکنه. پس اینجا هم قابلیت اینو دارم که از اینا استفاده بکنم. اسکرول کردم اومدم پایین، نکسو مارکت اسپات دریویتیز که بحث مشتقات اسپات هم که میشه جفت دیگه، مثلا الان اینجا زده دیگه، مثلا اسپات نکسو به USDT. USDT چی بود؟ USDT آخرش نماد چی بود؟ تتر. آفرین دقیقا. و تتر یکی از روش هایی بود که ما در صرافی های داخلی اگر می خریدیم محدودیت سرمایه گذاری در ارز رو نداشتیم، میتونستیم میلیون ها دلار بخرید و میتونید بفروشید. محدودیت هایی که حالا صرافی ها دارن با بلیت میدن و کارت ملی، و حالا کارت ملی هم که فکر کنم خیلی وقت جمع شده دیگه، اینها رو نخواهید داشت، یعنی اون زرنگاش هم دارن از اینجا میگیرن. و به اضافه اینکه دقیقا نکته خیلی قشنگی رو آقای احمدی اشاره کردن، یک نوع استیبل کوین هست برای هج کردن ما توی بازارهای کریپتو استفاده میشه. ما ایرونی هم برای انتقال پول از خارج از شبکه صرافی بانکی که الان همش دیگه این مشکلاتی که هممون میدونیم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم وجود داره دیگه، اینا هم نخواهد داشت. خیلی ها فرزندشون در خارج از کشور یا مادر پدرشون در داخل ایران میخوان پول بین همدیگه رد و بدل کنن، به مشکلات بزرگی خوردن سر این نقل انتقال و کارمزد وحشتناکی که این صرافی ها بابت این مسدود بودن این چیزا میکشه، و بعدا هم اونورم بعد خدایی که میگیرید در 100 دلار تتر ساعت میتونه خرجش کنه بره. تتر or die which one is better. به نظر من ببینید اون هر آن چیزی که چی میگن بیشتر از موارد دیگه مورد استفاده قرار گرفته. ببین الان شما مثلا دلار ببری سر کوچه‌تون، بقالی سر کوچه هم میشناسش، تا بری مثلا دلار سنگاپور رو بدی، رینگیت مالزی رو بدی، حالا ین و یوان رو شاید خب خیلی ها بشناسن، یه سری ارزهای مربوط به یه کشورهایی که خب هر کسی اینا رو باش کار نکرده و نمیتونه اصالتش رو تشخیص بده. حالا رو همین داستان تتر رو به خاطر کاربرد پذیریش اکثر صرافی ها میپذیرن، میتونید چنجش کنی، حتی یه سری جاهای دیگه هم مثلا خارج از شبکه کریپتو هستن که قابلیت استفاده رو دارن. حالا من اومدم اینجا که این صرافی ها رو بهتون نشون بدم. ببینید قشنگ شما میتونید اگر بخواید مشتق کار کنید، دریویتیز رو میزنید، براتون یه لیستی میاد. حالا این نو دیتا داره، خب این مشتق نداره قطعا، اونهایی که اعتبار کمتری دارن مشتقش راه اندازی نشده، ولی به صورت جفت ارزی میبینید که توی این صرافی ها هست. حتی سی آل مارکت رو بزنید براتون اطلاعات بیشتری میده و کانفیدنسی مربوط به هر کدوم این صرافی ها رو مثلا
هابی گلوبال اگه خاطرتون باشه 5 6 صرافی تو دوره قبلی معرفی کردم، این جزء یکی از اون خفناشه. پس خواهش میکنم دوستان عزیز من، حتما 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 کوین مارکت کپ رو جزء کارهای روزانه‌تون بذارین، حتما چکش کنید. بحث بزنین یه خورده، الان یک رو دیگه از کلاس مونده، من برم سراغ این. یه شاخص باحالی هست، ببینید اولا که دیتا توی بازار کریپتوکارنسی قسمتش رایگان داره ارائه میشه، این لینک هم بی زحمت دوستان برای خودشون نگه دارن، دوست پشتیبانمون زحمت میکشن این لینک رو در قسمت لینک ها قرار بدن. ببینید من میخوام صفحه فول اسکرین شه، لینکش هم براتون گذاشتم، البته اینو ببندم اینجا. ببینید یه چیزی وجود، صفحه منو میبینن همه؟ یه پیام بدین این چیز بیاد بالا، ممنون میشم. بسیار عالی. ببینید یه سری شاخص وجود داره، من به خاطر اینکه تعداد اینا خیلی زیاده مجبورم از همین جلسه بپریم روی اینا، شروع کنیم باهاش درگیر شدن، چون اگر بخواد همش من ببرم تو فصل 3 بگم، اولا که شما اصلا حجم زیادی میاد، منم خودم موافق این نوع آموزش نیستم، دو اینکه باید طی این دوره باشه که رسوب کنه، برید باهاش کار کنید، جلسه بعد بیایم با هم. تو که میگفتی این چرا مثلا اینجا اینجوری شده، بعضی موارد استثنا هم داره که شاید مثلا جواب خیلی واضحی براش نداشته باشیم، بعد بشینیم بررسی کنیم ترند ها رو ببینیم. ببینید یکی از اون شاخص های خیلی 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 مهم MVRV بیت کوین، MVRV ratio. این نسبته به من چه کمکی میکنه؟ آلردی اگر این عدد حدود این نسبت رو الان ما هم میبینیم، اینو میخواین یه جایی گوشه ذهنتون داشته باشین، مثلا حدود 8 دهم باشه 0.8، اگر به این عدد رسید NVRV close your eyes push buy button، بزن بخر، چشاتو ببند و بخر، ولی نه با یه فاکتور، این یکی از اون گزینه های خریدته. و زمانی که به نزدیک 4 رسید و بعضا میگن حالا بازم چیز داره 4 تا 8 دیگه حوزه ریسکیشه، به اون نقطه رسید، بدون که تو نقطه فروش هستی. حالا برای اینکه شما بهتر تصمیم بگیری باید تایم فریمت رو عوض کنی. وقتی تایم فریم عوض میشه یعنی چی؟ اگر من بیام یه سهمی رو، یه کوینی رو، یه آلت کوینی رو در بازه یک ماه فیلترش بکنم، یه ماه ببینمش، بعد بگم توی یه ماه روند صعودی، بعد بیام تو بازه کوتاه‌تر ببینم در بازه هفتگی هم داره، دو هفتگی هم میگه صعودی، هفتگی خونسای، روزانش هم خونسای، پس من تو همین خونسای بهترین نقطه است برای خریدم. چرا؟ چون بنده بلند مدت ترش اگه کوارترلی ببینم، یرلی ببینم که دیگه فبهر مراد، فقط نکتهش اینه که بعد دیتاش هم تو سیستم وجود داشته باشه وقتی تایم فریم رو کم میکنید، که حالا تو تریدینگ ویو با هم خواهیم دید. اینجا به من چه کمکی میکنه؟ میگه روند بلند مدت همراه با رشد، روند میان مدت همراه با رشد، روند کوتاه مدت روزانه ساعتی دقیقه‌ای کمتر از یک ساعت در حالت خونسا یا حتی نزولی است، یک پوزیشن اوکازیون برای خرید، پوزیشن اوکازیون برای خرید. چرا؟ چون دیدم میدونم ترند بلند مدت سعودیه. حالا این گروه آقای ایکس، صفحه اینستاگرام فلانی، تلگرام بهمانی، تو ردیت، تو بیت کوین تاک بیان بگن که بابا چه حرفیه، نه میریزه اینطوری میشه، بدبخت میشیم، 20,000 میشه 12,000 دلار، میشه 10,000 دلار، نمیدونم فلان، اصلا شما اینا رو کیر نمی کنی. از این گوش میشنوی، از این گوش در میدی. بریم بحث بیت کوین MVR ratio. ببینید این زرد رنگی داره نوسانات قیمت بیت کوین رو میگه و یک MVR Z هست که اومده، حالا اینو بعدا توضیح میدم، این یه نسبتی هم از این MVR اومده گرفته و نسبت داره میگه تا اینجا رفته بالا. من اگر آخرین قیمت رو ببینم 20 تاریخ جان
ژانویه 2021 زده قیمت 34260، 34260. زرده چیه؟ پرایسه. این یکی چیه؟ قهوه‌ایه. بیام تو پایین ترین حالت یکی از پایین ترین پوینت ها رو ببینیم. دیگه از این پایین تر نداریم. بزنیم بیام. آها. پوینت 0.395 NVRV ratio، یعنی همون 4 دهمی که ما البته گفتیم 8، این تو 4 دهم هم رسیده. و نقطه خوب، ببینید شما اگه کسی بیاد بگه من بیخ تا بیخو گرفتم، یه مقداری شک بکنید، اما در نظر داشته باشیم که این در پایین ترین حالتش، در بیشترین افتی که کرده، ام وی آر ویش به 14 رسیده. بریم اینجا بالاترینش 5.61 ام وی آر وی ریشیو در بالاترین قیمتی که این رسیده. و از این نقطه، ببخشید من بعد بیام خیلی جلو، شما شما تصویر من اونجا میبینید یه خود چیز باشه، از 229 دلار ریخته تا 66 دلار، وقتی که اینجا بالاترین نرخ ام وی آر وی رو تجربه کرده. یادتونه یه ویدیو با هم دیدیم جلسات دوره قبل، پایین‌ترین قیمت بیت کوین چقدر بوده؟ چه تعداد بیت کوین 1 دلار بوده؟ میشه بنویسین؟ بله 1309.03 1 دلار بوده. یعنی هر من خودم از خودم میپرسم واقعا من اون موقع چیکار میکردم؟ من اون موقع درگیر بازار بورس بودم. واقعا این سوال مهمی که من نوعی اون موقع چیکار میکردم؟ اصلا به گوشم خورده بود؟ داشتم چه کاری انجام میدادم که به این نگاه نکردم 1 دلار بخرم؟ اگه 1 دلار الان خریده بودی میشه چقدر؟ این 1300 تا رو ضرب در این عدده بکنی چندی میلیون دلار میشه دیگه. فکر کنم با 1 میلیون دلار نمیدونم یه جزیره دوبر تو اقیانوس آرام تاکسی خور همچین چیزی بهمون میدن دیگه، نمیدن؟ خب این که مزاح بود، بیشتر